جان بولتون: روسیه اگر در مبارزه با تروریسم جدی است، باید در برابر رژیم ایران بایستد. عفو بین الملل خواستار رسیدگی به پرونده قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال 67 شد. فرار شماری از سربازان گارد ملی ونزوئلا به کولومبیا. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز شنبه در پیامی ضمن بازنشر واکنش گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای به انتقاد اخیر روسیه، تلاش‌های مسکو برای ارعاب این گروه و رئیس آن را غیر قابل قبول خواند. وی نوشت: اگر رئیس جمهور روسیه در برقراری ثبات در خاورمیانه، مبارزه با تروریسم و پیشگیری از مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه جدی است، باید در کنار اتحاد علیه ایران هسته‌ای و در مقابل رژیم ایران بایستد. عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای که توسط مجمع عمومی منتشر شده است، خواستار رسیدگی به پرونده مقام‌های کنونی رژیم آخوندی در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 شد. در این بیانیه آمده است: بین اواخر ژوئیه و اوایل سپتامبر 1988 مقام‌های رژیم ایران هزاران مخالفی را که به صورت ناعادلانه زندانی شده بودند به خاطر نظرات سیاسی و عقاید مذهبیشان طبق یک فتوای مخفی صادر شده توسط خمینی به صورت مخفیانه قهرن ناپدید و به صورت فراغذایی اعدام کردند. اکثر اجساد به صورت مخفیانه در شب در گورهای جمعی بینامونشان تخلیه شدند. آخوند روحانی در جمع شماری از کارشناسان رژیم به گوشه ای از فشار تحریم ها اعتراف کرد: حال ما البته در یه شرایطی هستیم که از یه طرف فشار رو ما هست و تحریم، بخش بزرگ این تحریم در ارتباطات پولی و مالی ما هست که ما میخواییم با دنیا ارتباط بانکی داشته باشیم، ارتباط مالی داشته باشیم، مشکل داریم. اجلاس رهبران عربی اروپایی روز یکشنبه با حضور حدود 50 تن از رهبران کشورهای عربی و اروپایی در شهر شرم الشیخ مصر آغاز به کار خواهد کرد. این اجلاس مسائل منطقه، چالش‌های موجود، موضوع فلسطین، تروریسم، پناهندگان و مهاجرت غیرقانونی را در کنار بحران‌های سوریه، یمن، لیبی و جلوگیری از گسترش سلاح هسته‌ای مورد بحث قرار خواهد داد. به گفته مقام‌های کولومبیا، تعدادی از سربازان گارد ملی ونزوئلا با ترک پست‌هایشان با عبور از مرز به این کشور گریختند. در تحول دیگر، نیروهای ونزوئلا امروز با شلیک گاز اشکاور در صدد برآمدند تا مانع ورود افرادی شوند که قصد داشتند با عبور از مرز وارد کولومبیا شوند. بنا به خبر دیگری، خان گوایدو، رهبر مخالفان دولت ونزوئلا، روز جمعه اعلام کرد با کمک ارتش این کشور توانسته است با عبور از مرز وارد کولومبیا شود.